داریوش اقبالی، خواننده، آهنگساز، بازیگر و فعال اجتماعی در 15 بهمن سال 1329 در تهران به دنیا آمد. اولین بار در 9 سالگی در مدرسه به روی صحنه رفت. از آنجایی که علاقه زیادی به خوانندگی داشت، به همراه همکلاسی خود علی گزرسز به ساخت ترانه و اجرای آنها روی آورد. در سال 1349 آشنایی با حسن خیاط باشی باعث ورود رسمی داریوش به دنیای موسیقی پاپ شد. پس از این به همکاری با بزرگان موسیقی پاپ ایران در زمینه ترانه و آهنگ و تنظیم روی آورد. او با آهنگسازانی چون پرویز مقصدی، بابک بیات، واروژان، فرید زولاند، منوچهر چشمازر، بابک افشار، آندرانیک و صادق نوجوکی همکاری داشت و ترانه های ماندگاری از این شاعران را اجرا کرد. تورج نگهبان، ایرج جنتی عطایی، شهیار قنبری، اردلان سرفراز، ایرج رزمجو و مسعود امینی. او در همین دوران به علت اجرای ترانه‌هایی مانند جنگل، بن‌بست و بوی گندم مدتی زندانی بود. پس از انقلاب سال 57، مانند بسیاری از دیگر هنرمندان، فعالیت خود را در خارج از کشور ادامه داد. او به حمایت از پناهجویان، مبارزه با اعتیاد و حمایت از مبتلایان به اعتیاد پرداخته است. برخی از جوایز و افتخارات داریوش عبارتند از جایزه مرکز بین المللی حقوق بشر در سال 2014، جایزه ران سیمونز بابت حمایت از حقوق اقلیت در سال 2005، نشان صلح فستیوال فیلم بحرین و لوح افتخار از سوی وزارت فرهنگ سوئد. داریوش اقبالی این روزها در لس‌آنجلس زندگی می‌کند و همچنان به خلق آثاری فاخر در زمینه موسیقی پاپ می‌پردازد.